سلام به شما بینندگان عزیز برنامه یه تاک شو، منصور سپه بند هستم. مثل همیشه در یک همچین روز و یک همچین ساعتی شما رو به تماشای یک دیگر از برنامه های یه تاک شو از شبکه تلویزیون ایران ITN دعوت میکنم. مهمون یا مهمان برنامه امروز چهره هستند که در زمینه هنر آشنا هستند، زمینه که بیزینسمن موفقی هم هستند و طی سالهای گذشته بسیاری از هموطنان ما در سراسر جهان با هنر ساز ایشون آشنا هستند. مهمان این هفته برنامه تاک شو آقای فرهاد بشارتی هستند. خیلی بهشون سلام میدم و خوش آمدگویی به برنامه تاک شو. اجازه بدین عرض ادب کنم هم خدمت شما هم تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایران یا ITN. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. عید سعید فطر رو به همه مسلمین دنیا در ضمن تبریک میگم، چون یکی از اعیاد بزرگ دقیقاً و خوشحالم که در خدمت شما هم جناب سپهروند. خواهش میکنم. ما البته برای برنامه عید فطر برنامه مخصوصی رو به اتفاق آقای شبخیز و دیگر دوستان اجرا کردیم. از شما یادی کردیم. لطفی که داشتیم. چقدر لطف داشتیم. خواهش میکنم. فرهاد خان، این ساز قانون، سازی که شما فعالیتتون رو آغاز کردید، در ایران الگویی داشتید برای این کار، یعنی که نه یک کشش خاصی رو به این ساز پیدا کردید؟ این برمیگرده به اون دوران بچگی من. اها. که اونطوری که به اصطلاح بزرگ شده بودم دلم میخواست همیشه یک کاری بکنم که بقیه نکردم. این وسط علاقمند شدم به موسیقی. با اینکه پدر من نظامی بود ولی من علاقمند شدم به موسیقی. مگه نظامی ها اون موقع اهل هنر و اینا نبودن؟ معمولا نظامی ها خشن بودن، به خصوص تو خونه خیلی خشن بودن. پدر من یکی از همونا بود که بسیار دیسیپلین داشت. بله. همیشه همه چی باید طبق روالی که ایشون میفرمودن انجام میشد. خدا بیامرزدشون فوت شدن. و من رفتم دنبال موسیقی و صدای ساز قانون به گوشم یه ذره دیفرنت اومد، یه ذره اختلاف داشت با بقیه سازها. و آخه یه انگیزه بوده دیگه، حتما یه نفری، یه شخصی، یک فقط صداش. اون موقع که ما بودیم زیاد تلویزیون و یوتیوب و اینا نبود. نه بر میدونم. آره میدونم. اون موقع که راجع به این موضوع صحبت میکنم، صحبت درست 45 سال پیش. 45 سال پیش من این سازو از طریق رادیو شنیدم. از طریق رادیو شنیدم. و یک گروهی که اومده بودن توی ایران کنسرت بذارن توی رستوران شکوفه نوش، کاباره شکوفه نو که جناب حجازی خدا بیامرزه صاحبش بودن، من خیلی مثلا 10 سال 11 سالم بود، پدرم رو وادار کردم که بریم، من این قانون رو میخوام بخرم. پس شما خودتون روحیه نظامی داشتی؟ بله. پدر نظامی رو مجبور کردین که شما داشتیم در شکوفه نو. خب حالا شما داریم ما رو آنالایز کنیم. نه ولی خیلی کسی که 10 سالش باشه، یک پدر نظامی که خود ایشون هم داره میگه که بسیار انسان دیسیپلین و معمولا نظامی اینطور هستن. فرهاد خان در اون زمان تک فرزند بودین؟ نه، 6 تا بچه بودیم. شما؟ من اصلا بزرگتر بودم. و در ضمن پدرم من خیلی دوست داشت، یعنی هر چی که می‌خواستم در نهایت خشن بودنش سعی می‌کرد بر من انجام بده. درست. خب بچه اول خانواده بودم و می‌دید که من چقدر علاقه دارم به این ساز. anyway ما رفتیم سراغ اون دوست عزیز و یک ساز قانونو که اینا برنامه‌اش مثل یه ماه طول می‌کشید بعد می‌رفتن، ما ازش خریدیم. کدوم کشوری بودن؟ از مصر اومده. از مصر اومده بود. با یک خانم رقصنده اومده بودن توی کاوره شکوفه نو برنامه داشتن. بله. ما این سازو خریدیم. از اون مصری‌ها. ازش خریدیم. به مجددی که برنامه‌شون تموم شد داشتن می‌رفتن، این سازو تحویل ما دادن و ما شروع کردیم خودمون تمرین کردن. چون موقع استادی در ایران اگرم بود ماها نمی‌فهمیدیم کجا. مثلا خانم سیمین آقارزی استاد این ساز بودن، البته ایشون استاد ویولون بودن، بعد شروع کردن قانون نواختن که خب تو رادیو تلویزیون بودن ده. اسمشون بنزه کافی هست ولی استادی برای قانون اون موقع من نمیشناختم حداقل. به هر حال چجوری همین تعلیم رو خودم شروع کردم از راه گوش. این روایت هست که میگن که این ساز رو افلاطون اختراع کرده و بعدم یه نسبتی به فارابی میدن. شما اطلاعاتتون تا چه اندازه؟ من تا اونجا که میدونم توی دربار، یا حتی میگن در خراسانم و حتی همین موصل عراق هم این ساز در اونجا هم تو که شما دارین میگین، در مصر هم با
بوده، ولی شما آگاهی شما تا چه زمینه؟ الان خدمتتون میگم. حدود 1500 سال پیش در دربار ساسانیان این ساز رو اجرا میکردن. قانون بوده، بربط بوده، عود بوده، این سازایی بوده که اونجا اجرا میکردن و موقعی که اعراب حمله میکنن به ایران، همراه فرهنگمون این ساز رو برمیدارن میبرن و عود رو میبرن. خیلی سازا رو برمیدارن میبرن که الان شما فکر کنید توی کشورهای عربی بیشتر این ساز رو استفاده میکنن، دلیلش اینه که اصلش از ایران رفته اونجا. چون ایران یه امپراتوری بزرگ بود دیگه. و یا تو عراق استفاده میکنن، توی ژاپن استفاده میکنن، توی چین استفاده میکنن، توی ارمنستان استفاده میکنن، همه جا استفاده میکنن تقریبا. توی ایران خودمون به اون اندازه استفاده نمیکنن، چون متاسفانه نمیدونم چرا خیلی کم داریم افرادی رو که دنبال این ساز برن. هستن، نه اینکه نباشن، ولی به تعداد انگشتان دست. ولی در یکی از عکسایی که من داشتم تحقیق میکردم راجع به این ساز، یه عکس چهره خانومی رو دیدم که بله، که با این ساز هم که معلومه مربوط به سالهای اخیر هست، حتما در بعضی از ارکسترها از این ساز از طریق خانوم ها هم استفاده میشه. درست. و این آیه فرهاد بشارتی میگه که واحد قانون های مصری مثلا 36 صداییه، یا فرض بفرمایید قانون های ترکیه 25 و 24 صداییه، قانون های ارمنی 32 صداییه و قانون های ایرانی 27 صداییه. یعنی چی؟ اینا اون مثل پیانو کلاویه داره سیاسفیدا. بله. خب اینم تعداد سیمایی که داره، هر ردیفی 3 تا سیم داره. درست. بعد مثلا 27 تا نوت که داره 27 تایی میشه. اینطوری بهش میگن. اینطوری البته چیزیه که تازگی ها اینطوری دارن میگن. بله. بعد ما مثلا اون موقع بهش میگفتیم 5 خرک. مثلا قانون مصری 32 تا نوت داره. خب هر 7 نوت یه دونه اکتاو دیگه. بله. میشد مثلا 4 5 اکتاو میرفت بالا، مثل درست مثل پیانو. یا مال ترکیه یا یه ذره کوچیک‌تر بود، مثلا 27 28 این تعداده، یا کشورهای دیگه. ولی به طور کلی اون چیزی که استاندارده بالای 27 و کمتر از 30. سیمای اینا معمولا از حالت ابریشم یا نه خودمون نایلون. نایلونه. ولی از ابریشم هم در سالهای گذشته استفاده میکردن که نه، قبلا ما از ابریشم استفاده نمیکردن، از روده گوسفند استفاده میکردن. خب ولی بعد از یه مدت دیگه به قول معروف نایلون اومد، دیگه از نایلون استفاده میکنن، درست مثل گیتار کلاسیک، گیتار اسپانیش، از اون سیما استفاده میکنن. اون وقت آقای بشارتی، در بازم یکی از عکس ها من میدیدم که یکی از کسانی که با این ساز به اصطلاح نوازندگی میکنه از دو انگشت اون فلزی داره استفاده میکنه، ولی معلوم شما معمولا از 5 انگشتتون استفاده میکنید. آیا اینم از ابتکارات خودتونه یا اینکه نه اینو خودشو انا اگر آرتین عزیز ملاحظه میفهمه این دوست ما دارن از دو انگشتشون با اون به اصطلاح استفاده میکنن. ببین چی میگن؟ انگشتونه یا مزراب. یا مزراب. حالا شما از 5 انگشتتون استفاده. بله. دلش اینه که وقتی شما پیانو رو نگاه میکنین با دو تا دست 10 انگشت استفاده میکنن میزنن. با یه دست آکورد میزنه، با یه دست ملودی میزنه. خب کسی که پیانیسته قانون هم میشه درست همینطوری اجرا کرد، یعنی با این دست میشه قشنگ آکورد زد. اونتا به جای اینکه کلاویه داشته باشه اینطوری بزنین، خب با ناخوناتون اینطوری میزنین و با این دست میشه ملودی زد قشنگ. بله. در نتیجه میشه از 10 انگشت استفاده کرد. ولی الان شما از 5 انگشت استفاده می‌کنید. دلیلش اینه که من وقت قانون یه جوری دیگه میگیرم دستم. میگیرم اینطوری میچسبونم به قلبم. اونم از اون از ابتکارات خودتون. آره اون دیگه از کسی تقلید نکردم. ولی این داستان 10 انگشتی زدن مربوط به نوازندگان بسیار بسیار خوب ترکیه است. که اینا به طور کلی از 10 انگشت استفاده میکنن، قانون میزنن که اصلا وقتی میزنن آدم مدهوش میشه. شما اگر بخواید میتونید 10 انگشتی استفاده کنید. اصلا من خودم وقتی این 5 انگشت اینجا دارم میزنم با این دستم دارم یه کارایی میکنم. خب خیلی ریزبینی میخواد که من منظورم که شما در آغوش میگیرید اینو. بله. به صورتی که اگر روی میزی باشه و بتونید از 10 انگشتتون. بله، از 10 انگشت میشه استفاده میشه. بله. بسیار خب اجازه بدید که اولین باری که در لس آنجلس این ساز رو در معرض دید عزیزانمون قرار دادین چه تا یک کنسرتی بود، موزیک ویدیویی بود، چی بود؟ در معرض دید مردم میوزیک ویدیو درست کردیم که
اسمش بود جیپسی دیز. جیپسی دیز. جیپسی دیز. یعنی اولین روز یک کولی. یعنی روزهای یکی از روزهای یک کولی. که این همیشه تو ذهن من بود که کولی ها چجوری زندگی میکنن. و دلم میخواست یه موسیقی فولکلور برای زندگی اینا درست کنم. کاریه که خودم ساختم. و خیلی ماجرای عجیب و غریبی داشت که برای اولین بار تو جامعه ایرانی ما میوزیک ویدیو رو فیلم شوت کردیم. چون اون موقع همش با به قول معروف فیلم شوت نمی کردن. ما سوپر 16 شوت کردیم و یه کارگردان امریکایی اومد این کار رو انجام داد. که این ویدیو درست موقعی که در اومد، یه ویدیو هم از عمر و دیاب در اومده بود به اسم حبیبی یا عینی یا هم چیزی، که درست همزمان با همدیگه بود، فضاهاشون مثل همدیگه بود. که کوروش بیبیام به من میگفتش که یا تو از روی این ورشته یا این از رو تو ورشته. گفتم خدا شاهده اینطور نبوده، همزمان اینو درست کردیم اومده بیرون. و اون ابتکار یک کارگردان امریکایی بودش. و حالا میریم اینو گفتین که به صورت فیلم. بله فیلم شد شده. مربوط به چند سال قبله؟ بگین 20 سال. 20 سال قبل کجا شد کردن اینو؟ توی سن دیگو. آره. خب رونیکو دیدیم اینجا. خبر داریم ازش؟ والا متاسفانه نه، همونطور که شما میدونید دلیلش چیه، من چقدر گرفتاری گرفتاری. و اینا اگر واقعا کار نمیکردم، تو کار موسیقی بودم فقط، حتما ازش خبر میگرفتم. همسر گرامی تونم در این؟ بله قربان. اون موقع البته همسر گرامی خانم گیتی خانم من جز اون موقع دوست دختر بنده بودن، یعنی ما با هم تازه آشنا شده بودن. یعنی همین موزیک ویدیو سبب شدش که شما با هم ازدواج کنید. این موزیک ویدیو عاملش شد. بله دیگه. بسیار خوب. اگر الان دوباره بخوای موزیک ویدیو دوباره تهیه کنی، از همسرتون دعوت میکنی که بیا؟ 100%. برای من زیباترین زن دنیاست. آف کورس. زنده با. بله. چرا نه؟ زنده با. ببینین آقای سپهبن، هر سنی زیبایی خودشه. دقیقاً. حتما نبود فقط آدم همیشه اون شکلی باشه، که اصلا اون شکلی باشه اذیت میشه آدم. چه ویژگیایی در همسرتون میبینی که اینقدر مثبت، اینقدر پر انرژی در موردش صحبت؟ الان براتون میگم، زندگی با یه هنرمند خیلی سخته. خیلی سخت. یعنی کسی این کارو کرده، شق القمر کرده یا شق العمل کرده، نمیدونم هر کدومش که درست. شق القمر کرده. شق القمر کرده. درست میگم؟ بله بله. عرضم به خدمت شما که زندگی هنرمندا معمولا یه هنرمند، یک هنرمند اصلا ازدواج نبود بکنه. راستشو بخواید. به خاطر اینکه زندگیش خیلی دستخوش هیجانات، زندگیش یه جوراییه که پر از ماجراست، پر از انسان‌های مختلف که طرفدار این هنرمندن میان طرفش. و اگر اون خانومی که به عنوان همسر ایشون وسط کارزاره، اگر جنبه نداشته باشه، زندگی متلاشیه. زندگی متلاشیه و از بین میره. و به این دلیل اولا ضمن عرض ارادت به همه بانوان ایرانی، به همه دخترای ایرانی، همسر من یکی از اوناست که واقعا من بهش I'm proud of her. بهش افتخار میکنم به خاطر اینکه با همه مسائل و مشکلاتی که، چون من خب به عنوان یه هنرمند 45 ساله دارم ساز میزنم، 45 ساله خاک استیج میخورم، خاک سن میخورم. خب در نتیجه منم دچار این مشکلاتی که هر هنرمندی داره منم بودم، هستم. منتها حالا ما فکر کنیم پشت سر یه خواننده وایساده بودیم، میزدیم یه مدت، بعد اومدیم خودمون دیگه برای خودمون سعی کردیم. پشت سر کدوم خواننده شما؟ با همه. شما هر کدومشون رو بگین پشت سرش. نه پشت سر با همکاری، مثلا همکاری تو بندشون، تو گروهشون. تو آکی. من با معین کار کردم. بله. یک دو سالی تو ایران که بودیم با خانم همیرا. بله. خانم مهستی. بله. آره با اینا اصلا من بودم، آقای لقمان عتم بود. بله. آقای شهرام بود که ویولون میزنن الان اینجا تشریف دارن. بله. ما با اینا با مهستی با هم کار میکردیم. در لس آنجلس؟ نه نه در ایران. میدونم در لس آنجلس با چه کسایی؟ فقط ماهین. فقط ماهین. فقط ماهین. یه مدت خیلی کمی هم با آقای امید که بعدش دیگه رفتم من دنبال کار خودم، کار خودم انجام دادم. ولی با آقای پس میگین که همسر شما واقعا یه دوستی هست، ضمن اینکه واقعا یه همسر ایدئالی هستن، به هر حال با این شرایط کاری شما هم خودشونو تطبیق دادن. البته خوشبختانه در جامعه ما بین عزیزانی که ازدواج کردن همسران بسیار خوبی هم هستن در اطرافشون. ابی رو میتونیم مثال بزنیم. بله. همین عرض کنم حضورتون، داریوش رو میتونیم مثال بزنیم، آقای معین رو میتونیم مثال بزنیم، امید رو میتونیم مثال بزنیم. درست. پیروز رو میتونیم مثال بزنیم. بله. هستن عزیزانی که واقعا
یک زندگی عادی، گرفتار یک زن خوب شده. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. خودش نعمتیه واقعا. خودش نعمتیه. خب شما غیر از قانون با ساز دیگه هم آشنا هستین؟ وقتی که شما یه سازو خیلی خوب میزنین، سازهای دیگر هم یه ذره بلدین مثلا. ولی اصلا اسم نمیبرم چون هیچ وقت به طور حرفه‌ای نرفتم رو استیج مثلا از اون ساز استفاده کنم. ولی خودتون پیانو میزنم، فلوت میزنم، گیتار میزنم، خوب. همه اینا رو میزنم. بسیار خوب. آیه بشتی، حاصل این تلاش شما در زمینه هنر چند آلبوم منتشر کردید؟ پنج آلبوم. تمام این پنج آلبوم در خارج از کشور؟ در خارج از کشور هم از طی 20 سال گذشته تا الان. خب معمولا این آهنگ ها رو خودتون شما نویسندش بودین یا اینکه نه از نه؟ ببینین جناب سپروند، شما وقتی یک سازی رو که ناشناخته است میخواییم بیارین تو جامعه میزبان، غیر از جامعه میزبان حتی جامعه خودمون قانون رو زیاد نمیشناختن. مثلا دوستان عزیز ایرانیمون سازها رو زیاد اسماشون رو نمیدونن. مثلا دیگه چرا دیگه پیانو رو میدونن، پیانو رو میدونن. نه دیگه مثلا توی عروسه بودیم، خانومی اومدن گفتن که چرا آقای شمعی‌زاده با شیپورش نمیاد. خب آقای شمعی‌زاده شیپور نمیزنه، اصلا شیپور مال ارتشه، ساکسیفون میزنن ایشون. ببین اسما رو نمیدونن مردم معمولا. خب دیگه اون خانوم خب حالا من ساز قانون دیگه مزیده بر علت به خاطر اینکه این یه ساز واقعا ناشناخته است. حالا من میخوام وظیفه دارم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یکی که وطنم رو دوست دارم، تاریخم رو دوست دارم، میخوام این ساز رو بیارم نمایش بدم، این ساز رو بیارم معرفی کنم هم به جامعه میزبان هم به عزیزان ایرانی که اینجا هستن. این یه وظیفه بزرگیه. خب یعنی ایرانی مملکت بزرگیه، تاریخ ما خیلی بزرگه، این یک قطره‌ایه در مقابل دریا، ولی سهم من حداقل این همین قطره است که باید انجام بدم دیگه. در نتیجه وقتی بیام، من اگر بیام موسیقی اصیل ایرانی باش بزنم، که موسیقی اصیل ایرانی رو من تموم کردم، موسیقی عربی رو تموم کردم، بعد تصمیم گرفتم که بیام موسیقی جهانی رو اجرا کنم، یعنی ورلد میوزیک. چرا موسیقی جهانی؟ برای اینکه بتونم ساز، اگه من بیام مثلا فرض کنیم بشینم مخالف سگا برای یه امریکایی بزنم، گوشش آشنا نیست به اون. فکر میکنه چی داره گوش میکنه، بلافاصله خسته میشه. یا دوست عزیز ایرانی من اگر بیاد بشینه، من بشینم واسش تمام 7 دستگاه موسیقی ایرانی رو براش اجرا کنم، الان دیگه گوششون به این چیزا، یعنی گذشت اون زمان مرحوم سبا، مرحوم یا حقی، گذشت زمان اینا. الان دیگه یه زمانیه که باید شما اینو دیزاینش کنین. ولی مردم یادمون باشه در داخل کشور هنوز اون سبکا رو رعایت میکنن و همون سبکا رو دنبالش هم هستن. میدونید اگه ما در خارج از کشور کم حس و لمسش میکنیم، اون بحث خودش هستش که ما متاسفانه این فرهنگ خارج از کشور یه مقدار آلوده شدیم. من با شما مخالفم. ولی در داخل کشور با شما مخالفم، توضیح میدم. اگر یادتون باشه زمان پرویز یاحقی، خدا بیامرزدشون، یک ضرب نشسته بود میزد، یه سنتور و پرویز یاحقی. ولی الان شما همچین چیزی رو تو ایران نمیبینید. خیلی کاملتر شما میبینید. احسن بهت میخوام همین رو بتون. اون کار خب سازارایی اون ارکستره. خب همینو دارم عرض میکنم به شما که الان دیگه اونطوری نیستش یه نفر بشینه 7 دستگاه موسیقی رو بشینه بزنه. من منظورم اون نبود، منظورم که کشش مردم به این موسیقی و این سازها همچنان پابرجا هست. نه ما که نگفتیم پابرجا نیست، منتهی مرتب باید سازارایی بشه الان. بله خب الان شما همینطوری یک ساز تنها رو ممکنه مثلا یک دقیقه بتونین سولوشو تحمل کنین، بعدش باید ارکستر بیاد جلو بزنه که مثلا به به چقدر قشنگ نیست. بله. یا کاری که دوست عزیزمون بیژن مرتضوی میکنه، ایشون به عنوان سولیست ارکستر پشت سرش ایشون سازارایی میکنه، ایشون دیزاین میکنه. این مسئله ای که توی ایران هم مثلا خود آقای شجریان استاد بزرگ میشینن میخونن، دیگه با یه دونه ساز نمیخونن. بله سازا نشستن. بله طبیعیه که به خاطر اینکه جذابیت خیلی فرق میکنه با اون موقع. خب حالا این میونه برای اینکه حرفمون دنباله حرفمون بگیرم، من اومدم یک سری از آهنگهایی رو که اینجا مردم دوست دارن، مردم یعنی جامعه جهانی منظورم، اومدم اونا رو انتخاب کردم، یک سری از اونا رو، یک سری هم خودم ساختم. وسط اینا
همه رو با هم ادغام کردم، مثلا یک سی دی که 12 تا آهنگ توشه دادم بیرون که نصفش کار خودمه و نصفش آهنگاییه که کاوره، یعنی مردم میشناسنش. بعد اون یعنی بازسازی کردم. بازسازی کردم. بعد اومدم اونو صدای خواننده رو با قانون اجرا کردم. خب حتی یک کورم گذاشتم اون پشت که مردم تشخیص بدن این اون آهنگ است. اینو منظور بازسازی از همین کارهایی هستش که در سطح بین المللیه. احسن بهتر. وقت این کپی رایت نداره آقای بشه؟ چرا، همه رو اجازه میگیریم. آه همه رو اجازه میگیریم، لایسنس میگیریم براش. شما اینجا هر کاری که دلتون بخواد میتونین انجام بدین، ولی میتونین اجرا کنین، ولی میتونین اجازه بگیریم، بهتون لایسنس میدن. بله با این کار انجام. آقای بشه تو صحبتتون اشاره کردی که من موسیقی ایرانی رو تمام کردم، موسیقی عربی رو هم تمام کردم. چگونه؟ موقعی که من شروع کردم با موسیقی ایرانی به تبع، چون وسط ایران زندگی میکردم، وسط تهران زندگی میکردم، موسیقی ایرانی رو از طریق گوش، از رادیو گوش میکردم، جناب جلیل شهناز، نمیدونم همه اساتیدی که ساز میزدن، من با قانون کار اینا رو اجرا میکردم. خب بعد رفته رفته احساس کردم خب این مقام اسم شوره، یا این دستگاه ما بهشون میگیم، عربا بهش میگن مقام، این دستگاه اسم شوره، این سگاهه، این چهارگاهه، این نمیدونم مخالف سگاهه، این دشتیه، اینا رو همه رو یاد گرفتم. بعد من یعنی استادی نداشتی بشن؟ نه نه، همش با گوش. یعنی این بله، گذراندن سبک ایرانی و عربی رو همه اینا شما؟ انا خدمتتون توضیح میدم. یه جوری شده بودش که موقع خیلی بچه ترم بودم، موقعی که من مثلا 16 سالم بود، من رفتم استدیو جناب انوشیروان روحانی، اونجا بودن، یه آهنگ برای خانم همیره ساخته بودن تو ارکستر بزرگ رادیو، به اضافه یک سری نوازنده‌های خارجی هم بودن که مال کشوری مثل چکسلواکی و اینا بودن، ویولون و اینا می‌زدن، نشسته بودن ارکستر بزرگ. آقای روحانی هم لطف کردن برای من سولو هم تازه نوشته بودن. ارکستر یک بار اجرا کرد، آقای روحانی به من گفت که من با چیکار بکنم. من علاوه بر اون که اون چیزی که آقای روحانی گفت اجرا کردم، این چیزی هم از خودم اضافه کردم که آقای روحانی به سلام منو بغل کرد، بوس کرد و تشکر کرد از اینکه من تالنت اینقدر از خودم نشون دادم. خب این دوران شکوفایی بود دیگه، یعنی ده. احساس میگم او یه کسی مثل انوشیروان روحانی منو تایید کنه، من باید برم جلوتر. انقلاب شد، من رفتم دبی. صحیح. دلیل دبی رفتنم این بودش که من اومده بودم از طریق دبی ویزای انگلیس بگیرم برم پیش آقای عارف توی لندن. بله. اونجا قرار بود توی کاوره آقای عارف کار کنم. درویش چی؟ نه کاوره نمیدونم، توی خیابون چرچ استریت بودش. بله. لندن. اسمش یادم نیست چیه. اسدالله‌خان پیش اسدالله‌خان. نه نه، آقای عارف یه کاوره خودش باز کرده بود. که زندیات ویگن هم یه مدتی باهاشون بودن. بعد من بودم و ناصر کندازی بود و یکی از دوستانمون که به اصطلاح آقای مهدی قائم مقامی درام میزد، ایشون اونجا بودن. خیلی آقای پارتف بود که گیتار بیس میزد، اینا هم اونجا بودن. بعد من قرار بود در دبی ویزا بگیرم برم اونجا. آقای حشمت مهاجرانی یک شبی که من اونجا بودم، مهمونای دعوت، همیشه مهمون داشتن، شب دعوت کرد. محبت میکنن همیشه. بله. من رفتم اونجا، شروع کردم ساز زدن. یکی از خواننده‌ها منزلشون توی ویلای بود توی شارجه. بعد یکی از این خواننده‌هایی که اونجا بودن اسمش بود آقای عبدالله بلخیر. این صحیح. مثلا مایکل جکسون خلیج فارس بود. صحیح. خب یعنی توی بحرین و کویت و امارات متحده و اینا حسابی میشناختنش، یعنی عروسی بزرگ بود مال شیوخ که 7 شبانه روز بود، حتما ایشون باد میرفت میخوند. اینطوری معروف بود اونجا، چون زبان محلی اونا رو بلد بود بخونه دیگه. میدونی که زبانهای عربی هم لهجه های خاص خودش رو داره. بله بله. بعد این آقا اونجا بود، منو دید و گفتش شما بمون اینجا، من بر شما اینجا نمیدونم همه کارا تا انجام میدم، اقامت میگیرم. گفتم نه من قرارداد دارم با درم. حالا ما رفتیم پیش آقای عارف، یه 6 ماهی اونجا کارمون طول کشید و تموم شد. بعد ایشون زنگ زد اگه قرارداد تموم شده بیاین اینجا، که من مجبور شدم برگردم دوباره دبی، گفتم اونجا برم خب بمونم اونجا زندگی کنم. خیلی جالبه این داستانی که خدمتتون میگم، اولین کنسرتو که الان همه دوستان راحت دارن میرن میذارن، ما تو دبی گذاشتیم. اجازه ندادن. حالا گوش کنی. من برگشتم دبی، یه 8 سالی دبی موندم، توی تمام اعیاد و اینا مثلا این آقای عبدالله بلخیر میرفت و ارکستر بزرگ داشتون، مثلا 20 نفر گروه ارکستر بود، منم مثل یه نگین اون وسط میشون، بقیه عربا همه پشت سرمون. میگن که خصوص قانون باید جلو بنشینه. بله. این یکی از قوانینش درسته. برای اینکه دلیلش هم اینه که صداش بسیار ظریفه.
یعنی اگر فکر کنین منو مثلا بغل اون درام و اینا بنشونن صدا محو میشه. من میگم نه باید همون وسط باشه که صدا رو خوب بتونن حس کنن. مدت 8 سالی من اونجا بودم. اولین کنسرتی که ما اومدیم بذاریم اونجا رفتیم پیش به اصطلاح رئیس اداره اطلاعات اونجا CID بهش میگن که اجازه بدیم ما میخواییم کنسرت ایرانی بذاریم. بله. گفتن نه نمیشه. میگفتیم فقط کنسرته. آخه چیز مهم. گفت نه نه ما الان روابطمون با ایران یه جوریه که اجازه بدین نکنیم این کار. خیلی خوب. رفتیم فکر کردیم چیکار کنیم. گفتیم آقا دو روز دیگه برگشتیم پیشش گفتیم ما میخواییم فستیوال غذاهای ایرانی بذاریم اینجا. گفت ها این میشه. نه. فستیوال غذاهای ایرانی توی هتلی بود به اسم متروپولیتن توی سر جاده ابوظبی. اون موقع البته اون جزء هتل‌های خوب اونجا بود. بله. الان هم میگه که کابره اونجاست. بله. ولی الان خب خیلی ساختمون‌ها قشنگ ساختن نسبت به اون. ولی اون موقع اون یکی از بهترینا بود که درست نزدیک سفارت آمریکا. ما شب نمیدونم سال نو بود نسیم که نوروز بود کلی مهمون دعوت کردیم نزدیک 3000 نفر ایرانی‌های خوب اونجا رو همه حالا اون رابطه‌ای که من برقرار کرده بودم با همه اونجا دوست بودم به خاطر میوزیکی که می‌زدم. شما فکر کنید مثلا فورت آف جولای که می‌شد آقای جان که کنسول امریکا بود توی دبی خانومشون اسمش شیرین بود کرد بود اینا ما رو دعوت می‌کردن خونه‌شون چون من موزیک که می‌زدم حالت ورد میوزیک داشت منو دعوت می‌کردن مهمونای آمریکایی ایرانی بود؟ بودن آقای جان اون ویزای آمریکا رو برای شما درست کرد. بله 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 ایشون درست همینو بخواستیم دادیم دیدی گفتم شما همه چی رو توی در بیاری معلومه دیگه. خب بفهم این ذوق ایرانی ببین تا کجا تأثیر میذاره. این واقعیته. این واقعیته. دیگه که به قول آقای ظریف ایرانی رو هیچ وقت تهدید نکنه. هیچ وقت تهدید نکنه. گفتیم آقا ویزا رو از آقای جان گرفت. خب آدم هنر نزد ایرانی است و بس. یعنی اگه شما اینو نداشتی الان ویزا نگرفته بودی. آره راست میگی. حالا اتفاق خیلی عجیب اینه که موقعی که من تو ایرانم بودم کنسول اصلا من نمیدونم کنسولا با من چیکار داشتن. ما با به خدا یه آقای بود به اسم دانیل چستر کاگران این کنسول امریکا در تهران بود زمان اعلی حضرت اونجا بودن. بله. بعد ایشون هم یه دوست دختر داشتن اسمش ماهرخ بود. سامها ما با هم آشنا شدیم. با ماهرخ خانوم؟ با ماهرخ و ماهرخ منو به این معرفی کرد. به خاطر کار موسیقی. بله یعنی اینا موسیقی رو که دوست داشتن، موزیشن‌ها رو دوست داشتن. بعد همون موقع من مثلا هر کسی ویزا می‌خواست می‌رفتم واسش راحت می‌گرفتم. آره دوست بودیم دیگه. چه کاری داشت؟ من می‌دونستم مثلا آقای امیر پازوکی بود که عود می‌زد. آهنگ می‌ساخت برای خانم سوسن و علی نظری فلان. ایشون مثلا یک کسالی بود که من ویزاشون اونجا درست کردم. همشون ویزا گرفتن اومدن. خب خلاصه رفتیم در همین امارات متحده. بله اونجا اون 3000 نفر رو آمدن. آره این 3000 نه حالا گوش کنید. ساعت خیلی باوزه است. بلیط‌ها رو همه فروخته بودن خود هتل فروخته بود بلیط‌ها رو. بعد شب ما رفتیم اونجا که مثلا من ساعت 5 بعد از ظهر رفتم برنامه قبل ساعت 9 شب شروع بشه. 5 بعد از ظهر رفتم اونجا دیدم پلیسا اومدن اونجا. آقا چیه قضیه؟ گفتش بیاین رئیس پلیس باهاتون کار داره. چشم. من رفتم گفتم چی؟ گفت نمیذارم. گفتم کی نمیذاره؟ گفت نمیتونم بگم ولی نمیشه. گفتم آخه بلیط‌ها هتل فروخته. گفت باشه همه‌شون میان پولاشون رو پس میگیرن میرن. خلاصه اجازه ندادن به خاطر اینکه سفارت ایران اون موقع بسیار بسیار اونجا یا حفظ احترام بود یا هرچی بود دولت امارات متحده به خاطر اون حس احترام اجازه نداد اون کنسرت. در نتیجه 3000 تا دوست عزیز ایرانی من اومدن اونجا و همه ناراحت برگشتن ولی خب متوجه شدن که تاثیر شما نیست. تاثیر ما نیست. یه اتفاقی که افتاد. ولی بعد از اون رفته راه باز شد. آزاد شد. دیگه الان راحت کنسرت میذارن 20000 نفر راحت میرن. الان دیگه همه از لس آنجلس کوچ کردن به سمت ترکیه و دبی اونجا دارن برنامه اجرا میکنن. حالا بریم یکم موزیک.
بی خودش دارم هنوز. آیا به شرطی چقدر بابت این موزیک ویدیو هزینه شده برای تو؟ بگین به طور افریج حدود 20,000 دلار هر کدومش؟ هر کدومش من برم یه دوره ببینم روش موزیک ویدیو. البته قربان وقت کی جای شما بشینه اینجا؟ نه من اختیار شما بشینید. نوال هستیار دارم احرا خیلی کارهای حرفه‌ای درست حسابیه. تشکر میکنم. و آیه بشاردی این قانون قیمت چقدر؟ همه جور هست، یعنی از 500 دلار هست. آره منطقه قانونی که من دارم و مثل جونم ازش نگهداری میکنم 100,000 دلار هم به من بدن قیمتش اونقدر نیست، ولی 100,000 دلار به من بدن من نمیفروشم. بیمه است این قانون؟ نه بیمه نکردی. این همون قانونی است که از ایران آوردید یا نه اینجا؟ نه یه دونه قانون جدیده که یک دوست عزیز توی ترکیه نه. سه تا قانون درست کرد که یک شو من دارم. خدایی نکرده دارم. که موردی بره. پیش بیاد شما جایگزینش رو دارید، ولی این چیزی است که 100,000 دلار هم البته گفتید برای شما برای من ارزشش بله. آقا شما با آقای فرهاد بشارتی بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون هیچ نسبتی دارید؟ نه یکی از دوستای خوب من اتفاقا. ولی جدی این عکسش هم آرتین جایگر نشون میدی؟ پس شما فامیل خودتون هیچ پیشوندی پسوندی؟ من بشارتی تنهام. ایشون هم فرهاد بشارتی تنهاست. آره نمیدونم با. خدا حفظش کنه. پس واقعا هیچ نسبتی نداریم با هم دیگه. آشناییم با هم دیگه. خب بسیار. توسط آقای مسعود جعفری جوزانی. بچه های گیلان هم هستن. بله. بچه های هموطنان عزیز بله. گیلانی هستن. بله. پس با هم در ارتباط سلام علیکی. سلام علیکی بله. خیلی خوب. آقای فرهاد بشارتی من عرض کنم حضورتون چون هنوز نزدیک وقت آگهی هست من در بخش بعدی میخوام راجع به حرفه اصلی خودتون در ارتباط با مسئله آژانس مسافرتیتون صحبت کنم. در دل این صحبت‌های من موردی هم هستش در ارتباط با تور برزیلی که شما گذاشتید که برای تنی ایجاد سوء تفاهمی کرده به این صورت که اون تعهداتی که قرار بوده انجام بشه از سوی شما و یا آژانس شما نشد. نه. و اینو من الان پیش درآمدش هم دارم میگم. کار بسیار خوبی کردید. که میخوام این صحبت ها رو از شما بخوام. هیچ چیز از قبل هماهنگ شده هم با هم دیگه نداشتی؟ نه. یک سالی هستش که من میخوام بترکم به لغره. حالا به هر حال من این سوزن رو به شما برای شما آوردم. سوزن رو زدی شما. نه در نتیجه خب میگم حیفی یه شخصی مثل شما که به سالیان سال هم هستش تو کار تراول ایجنسی هستید یه بعضی از مطالبی هم پشتوانه این کار شما پیش بیاد که این خودش صدمه میزنه به کار بیزینسیتون. ولی من نه البته وقتی روشن بشه بله صدمه اینو نمیزنه. من بله میگم همین حرف ها ثابت اثر میزنه، ولی خب به حال امروز که شما مهمان برنامه هستین فرصت رو غنیمت میشمارم و در این رابطه هم با هم دیگه گپ میزنیم. خدمتتون هستم. آگهیا برم بیام. از آرتین عزیز خواهش میکنم که بدیم به آیا موزیک ویدیو میتونی پخش کنی؟ خواهش میکنم از آرتین خواهش میکنم یه موزیک ویدیو دیگه از شما ببینیم، بعدم میریم آگهی ها برمیگردیم صحبتمون رو با آقای فرهاد بشارتی پی میگیریم. با کمال میل.